چیزی که ملایان هرگز اون رو نپذیرفتند و نمیپذیرند. واقعیت اینه که آزادی و دموکراسی برای ما تنها یک برنامه سیاسی نیست. آزادی و دموکراسی برای ما یک آرمانه که تا به حال بیش از 120 هزار نفر برای اون جان خودشون رو از دست دادن. شورا متعهده که حد اکثر 6 ماه بعد از سرنگونی رژیم انتخابات مجلس مؤسسان رو برگزار کنه و زمام امور رو به دست منتخبان مردم بده. ما با پایبندی به معاهدات بین‌المللی، با علاقمندی به صلح و همزیستی، خواستار ایرانی صلح دوست و خالی از سلاح‌های کشتار جمعی هستیم. ما می‌خواهیم با همکاری مردم، با همکاری عموم مردم و فراهم کردن شرایط بازگشت مغزها و سرمایه‌هایی که از ایران فرار کردند و با دوستی با کشورهای مختلف جهان میهنمون رو که طی حکومت ملایان ویران شده دوباره بازسازی کنیم و به جامعه بین‌الملل در شرایط بسیار بسیار بهتری برگردیم. دوستان عزیز، سیاست‌های غربی راهند تغییر در ایران. واقعیت این عمل کرده اونها تا الان راهبند تغییر در ایران بوده. غرب قیمت سازش با ملاها رو از جیب مردم و مقاومت ایران میده. مهمترین، نامشروع‌ترین و زیانبارترین کار غرب قبول درخواست ملاها برای زدن برچسب تروریستی به مقاومت ایران بوده. این برچسب هیچ گونه معنای واقعی و اعتبار حقوقی نداره و فقط وسیله‌ای در معامله آمریکا و اروپا با ملایان بوده. بعد از روی کار آمدن خاتمی، مقامات دولت آمریکا اعلام کردند این برچسب یک ژست حسن نیت به رئیس جمهور جدید ملایان است. اعتراف فجیع دیگر سند رسمی اخیر سه کشور اروپایی است و این سند که اولین بار توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شد پیشنهاد می‌کرد اگر ملایان برنامه‌های اتمیشون رو محدود کنند اروپا مجاهدین رو در لیست تروریستی باقی نگاه خواهد داشت. در این قرارداد سه کشور متحد میشند و فعالیت‌های مجاهدین مبارزه کنند و به رژیم ایران کمک‌های امنیتی تقدیم کنند. فضاحت حمله 1300 پلیس به دفتر شورای ملی مقاومت در فرانسه یک نقطه تاریک در تاریخ اروپای بعد از جنگ. در برخی کشورهای دیگر اروپا هم دفاتر مقاومت ایران برای دریافت امتیازهای تجاری از ملایان مورد حمله قرار گرفت و حتما گزارش‌های اون رو شنیدید. در همه موارد دستگاه‌های قضایی اعلام کردند که هیچ دلیلی بر دخالت مجاهدین در تروریسم و هیچ نشانی از اقدامات مجرمانه وجود نداره. قضایی آلمان، ایتالیا و انگلستان این پرونده ها رو بستند و دادگاه فرانسه که دستور اخراج پناهندگان وابسته به مقاومت رو معلق کرد در حکم خودش نوشت مجاهدین تهدیدی برای فرانسه محسوب نمی شود. و
باز باید اشاره کنم یک ماه پیش 500 حقوقدان برجسته از سراسر جهان در یک سمینار در پاریس با ارائه 9 نظریه حقوقی اعلام کردند برچسب تروریستی علیه مجاهدین با کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مقایره و اصول پایه‌ای حق دفاع و اصل براءت رو نقض میکنه. اونها تاکید کردند هر گونه پیگرد قضایی مبتنی بر این نامگذاری غیر قانونیه. شمار زیادی از اعضای پارلمان اروپا و اکثریت پارلمان‌های ایتالیا، انگلستان، بلژیک، لوکزامبورگ و همچنین اکثریت کنگره آمریکا بارها اعلام کردند که مجاهدین یک جنبش مشروع هستند و نام مجاهدین باید از لیست سازمان‌های تروریستی حذف بشه. نیروهای ائتلاف شامل 10 عضو اتحادیه اروپا بعد از 16 ماه تحقیقات اذعان کردند که مجاهدین تحت حفاظت کنوانسیون 4 ژنو هستند و دلیلی برای وارد شدن اتهام حتی علیه یک عضو اونها وجود نداره. راستی اگر هیچ مجاهدی تروریست نیست، ادامه این نامگذاری چه معنایی داره؟ برچسب تروریستی به مقاومت ایران، نادیده گرفتن اراده یک ملت برای تغییر در ایران است. ملتی که حق داره و اراده کرده که آزاد زندگی کنه. این برچسب نادیده گرفتن همون راه حل سوم است که به اون اشاره کردم. قرارداد مونیخ دست اندازی هیتلر به شرق اروپا رو نادیده گرفت و امروز حق یک ملت برای دستیابی به آزادی نفع میشه. ما از غرب نه پول میخواهیم و نه سلاح. ما میخواهیم بین مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم حاکم از سوی دیگر بی‌طرف باشد. برچسب تروریستی فتوای سرکوب یک ملت به دست رژیمی است که 51 قطعنامه ملل متحد اون رو به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده. حسب این برچسب خواست مردم ایران است و من از خلال تجربه‌ام با مردم فرانسه مطمئن هستم که اکثریت قاطع مردم اروپا از این خواست حمایت می‌کنند. اجازه بدید اونچه رو که گفتم خطاب به نمایندگان محترم و همچنین اجلاس سران اروپا که فردا در بروکسل تشکیل میشه خلاصه کنم و تکرار کنم. 1. موجودیت رژیم آخوندی با سرکوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی گره خورده و قادر به عقب نشینی از آنها نیست. 2. ملایان میخواهند با استقرار حکومت اسلامی دست نشانده در عراق نقش هژمونیک در جهان اسلام پیدا کنند. 3. ملایان حاکم بر ایران بی اعتنا به تعهدات خود پروژه کسب بمب اتمی را با پنهانکاری ادامه میدهند.